سلام. جهان در میان امواج خبرها، ایران در میان تلاطم تحولات. تیک تاک و همراه شدن با امواج خبرها و تلاطم تحولات و بررسی و نقد اونها. برنامه‌های امروز: شرایط بهار 67 و عقب نشینی‌های پیاپی در جبهه‌ها. فاو و شلمچه و مجنون فرو می‌ریزد. اکنون 32 سال بعد همان شرایط بحرانی. ارز، بورس، اقتصاد فرو می‌ریزد. از درون نظام چه می‌گویند؟ در بخش بررسی روزنامه‌های حکومتی. ریاست جمهوری زنان و کابوسی وحشتناک. مانور یا شلیک به خود. گزارشی کوتاه و قضاوت با شما. کوسه‌ها هم از کووید 19 در امان نیستند. این بار واکسن کرونا در گرو کشتن نیم میلیون کوسه. ربط کوسه و کرونا چیست؟ بررسی در بخش رسانه‌های جهان. 4 سال بعد از شعار با روحانی تا 1400، تخم مرغ 1500 تومانی در آستانه روحانی 1400. طنز نویسان حکومتی چه میگویند؟ فاجعه کرونا و تصمیم نظام برای جریمه‌های سنگین مردم. روحانی در جلسه به اصطلاح مقابله با کرونا چه تصویری نشان داد؟ بررسی در گفتگوی سیاسی. تیک تاک و نگاه دقیق به قطار پرشتاب رخدادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. در دوران سیاه سده‌های میانه، کلیسا که به اسم دین پشتیبان و حافظ نظام سرکوبگر و استثمارگر حاکم بود، عقب مانده ترین تراوشات ذهنی خودش رو به اسم خدا به خورد مردم میداد. اساس سرکوب و کشتار و سوزاندن انسان‌ها هم که با حکم کشیشان آخوند صفت زمانه صورت می‌گرفت، بر پایه همین تراوشات عقب مانده و ضد انسانی ذهن کشیشان ضد دین بود. سده های میانه 1000 سال ادامه پیدا کرد و در سده 14 میلادی با پیدایی رنسانس و عصر روشنگری از میان رفت. اما گویا تاریخ هنوز باید یک بار دیگه تهجر، ارتجاع و بالاترین جنایت ها و سرکوب رو که به اسم دین اعمال میشه تجربه میکرد. اون هم در سده 20 و 21 و با پیدایی حاکمیت شوم خمینی و خامنه ای در ایران. بله، قرون وسطا یک بار دیگه در هیبت آخوندهای عقب مانده و متحجر حاکم بر میهنمون نمود پیدا کرد. آخوندهایی که به اسم دین بزرگترین دشمنان خدا و اسلام هستند. یکی از پایه‌ای‌ترین اندیشه‌های تراوش شده این جماعت زن ستیزیه که اساس دستگاه سرکوب و خفقان رژیم ولایت فقیه رو شکل داده. آخرین نمود این عقب ماندگی حرفهای امام جمعه خامنه ای در اصفهان هست که گفت باید فضا را برای زنان بدحجاب ناامن کنیم. این موضوع البته با واکنش شدید مردم در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. همراه بشیم با بخش فضای مجازی تا به این موضوع بپردازیم. فروغ، با سلام به شما و منتظر گزارش شما هستیم. من هم سلام میکنم به شما. خدا قوت و سلام به همه عزیزانی که با ما همراه هستند. زن ستیزی یکی از ویژگی های بارز رژیم ولایت فقیه هست که در 41 سال اخیر هم در قوانین سیستماتیک علیه زنان و هم در سرکوبگری اون رو به خوبی نشون دادن. حالا میخوایم نگاهی داشته باشیم به بازتاب ها علیه موضع گیری
دو تا از امام جمعه های رژیم در رابطه با به قول خودشون بدحجابی و موضوع حجاب زنان. امام جمعه اصفهان گفته که فضا باید برای زنانی که کشف حجاب میکنن ناامن شود و نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی هم گفته که بدحجابی یک ویروس خطرناک است و باید ناجا زندگی بدحجابان را ناامن کند. خیلی از کاربران فضای مجازی این موضع‌گیری ها رو در واقع فرمان دادن به آتش به اختیارهای حکومتی عنوان کردن. یکی از کاربران با اشاره به نقل قول امام جمعه اصفهان نوشته فرمان حمله به اسید پاشهای آتش به اختیار خودسر، حقوق بگیر بسیج و سپاه. کاربر دیگه هم یادآوری کرده در رابطه با اسید پاشی های گذشته در اصفهان و نوشته امام جمعه اصفهان گفته باید جامعه برای زنان بی‌حجاب ناامن بشه. بار آخری که در مورد حجاب حرف زد چند دختر اصفهانی صورتشون با اسید نابود شد و تا امروز هیچ کس دستگیر نشد. کاربر دیگه علاوه بر موضع‌گیری امام جمعه اصفهان حرف‌های استاندار اصفهان رو هم یادآوری کرده و گفته که استاندار اصفهان هم چندی پیش وعده 24 آپارتمان به بهترین ناحیان از منکر و آمران به معروف داده بود. ایجاد بستر ناامنی و ترویج خشونت. امام جمعه و مسئولان اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان رو هم به یاد دارن. کاربر دیگه هم امام جمعه اصفهان رو در واقع نمادی از خود رژیم ولایت فقیه توصیف کرده و نوشته امام جمعه اصفهان ماکت کوچکی از کلیت جمهوری اسلامی است. افرادی فراتر از قانون، افرادی که خود را مالک جان و مال انسان ها می دارن و اندیشه و تصمیمات خود را به هر طریقی اعمال می کنن. هر جای دیگر دنیا این تهدیدات می توانست پیگرد قانونی داشته باشند. کاربر دیگه هم شرایط رو در زمانی که در اصفهان اسیدپاشی شده بود توصیف کرده و نوشته موقع اسیدپاشی اصفهان توی شهر پرنده پر نمی‌زد. شیشه ماشین‌ها همه بالا. زن‌ها می‌ترسیدن بیان خیابون. خانواده‌ها نمی‌ذاشتن دختراشون بیرون برن. بعضی از جوان‌ها توی خیابون می‌گشتن شاید یکی از این اسیدپاشا بیفته چنگشون. چون دیدم که امام جمعه اصفهان گفته فضای ناامن برای زن‌ها بسازید یاد دستاوردها افتادم. کاربر دیگه هم یک سوال رو مطرح کرده و گفته که راستی چرا امام جمعه دستور نمیده جامعه رو برای مفسدان اقتصادی و آقازاده های فاسد دزد ناامن کنید؟ اما در خیلی از توییت ها هم به اشاره شده که الان زمانه رسیده که جامعه برای خود همین جنایتکاران ناامن بشه. کاربر در همین رابطه نوشته مگه تو این 41 سال امنیتی برای خانم ها گذاشتین؟ مراقب باشین که فضا برای خودتون ناامن نشه. در توییت دیگه هم اومده امام جمعه اصفهان گفت باید جامعه رو برای زنان بی‌حجاب ناامن کرد. جامعه برای شما اگه ناامن بشه امنیت به همه برمیگرده. و کاربر دیگه هم علت اصلی مشکلات مردم رو خود رژیم ولایت فقیه دونسته و نوشته ولی حاجی اشتباه میکنی. عامل بدبختی این مردم اینهایی نیستن که روسری سرشون نیست. اینهایین که عمامه سرشونه. و کاربر دیگه هم با اشاره به نظام فاسد آخوندی نوشته آقای به ظاهر امام جمعه که شکمت حسابی سیر شده و دندونات تیز. وقتش رسیده که جامعه برای شما ناامن بشه که 40 سال به هیچ کس جواب ندادین و بوی گند فسادتون مملکت رو برداشته. همین چند نمونه بازتاب از عمق نفرت جامعه به خوبی خشم مردم رو علیه عقاید قرون وسطایی آخوندها و بی اثر بودن سرکوبگری اونها نشون میده. ممنون که امروز هم با ما همراه بودین. توجهتون رو به سایر بخش‌های تیک تاک جلب می‌کنم. شرایط امروز، شرایط بهار 67، آیا وضعیت امروز بهتر است؟ در سال 67، عقب نشینی های سریع از جبهه های فاو و شلمچه و مجنون و در نهایت از حلبچه اتفاق می افتد. متاسفانه این روزها جبهه ارز در حال فروریزی است، جبهه بورس فرو ریخته است، دشمن تورم در حال پیشروی در جبهه مسکن و مایحتاج ضروری مردم است. این بخشی از مقاله هست که روزنامه های حکومتی درج کردند. روزنامه هایی که بازتاب بخشی از بحران ها و خطراتی هستند که نظام آخوندی رو در بر گرفته. همراه بشیم با بخش بررسی روزنامه های حکومتی. ما و منتظر گزارش شما هستیم. سلام به شما، سلام و درود به همه بینندگان و هممیهنان عزیز در هر کجا که هستید. مطالب روزنامه های حکومتی شنبه 12 مهر در واقع بازتاب بحران های داخلی و منطقه‌ای رژیم و همینطور چشم انداز شدیدتر شدن انزوای جهانی اون. توی بحران‌های داخلی علاوه بر گسترش کرونا و بی‌عملی این نظام، اذعان به بن‌بست سرکوب و چشم‌انداز قیام، موضوعی که
تو عرصه‌های مختلف مطرح شده. مثلا روزنامه حکومتی مستقل تو مقدمه یه مطلبش اینجوری نوشته: چند روز پیش پدر یکی از زندانیان سیاسی که زیر حکم اعدام می باشد دست به خودکشی زد و جان سپرد. این خبر موجی از غم را در جامعه ایرانی و در میان لایه‌های مختلف جامعه پدیدار ساخت. این روزنامه بعدش در مورد چشم‌انداز سرکوب نوشته که به نظر می رسد درس گرفتن از تجربه دیگر کشورها راه گشا باشد. آنجا برای مخالف حق حیات و سپس آزادی بیان قائل هستند. تجربه کشته شدن بیژن جازنی و دوستانش و همچنین قتل‌های زنجیره‌ای که این نیز نشان دهنده فرهنگ نظام در عدم قبول رأی و به تبع آن گروه مخالف است. شاید حاکمان امروزی گمان کنند که نپذیرفتن مخالف برای آنان که در قدرتند بیزیان است. روزنامه حکومتی همدلی هم در مورد مسئولیت گریزی رژیم از پیامدهای فاجعه کرونا نوشته: اگر حرف مقامات بهداشت خریداری داشت، نه تنها دانش آموزان معصوم بلکه پدر و مادرهای زیادی هنوز زنده بودند و به حیات خود ادامه می دادند. اما چه کنیم که تصمیم گیرنده های این مملکت یکی دوتا نیستند، ده ها نفرند و به وقتش اگر صدای مردم در بیاید شبیه گرانی بنزین، هیچ کدام مسئولیت را بر عهده نمی گیرد. بله، امروز روحانی باز هم مدعی شده که اوضاع کرونا خوبه. روزنامه ها در مورد گسترش کرونا چه تصویری دادن؟ بله، برخلاف ادعای امروز آخوند روحانی که بالا بودن و بالا رفتن آمار تلفات کرونا رو به معاندین نظام نسبت داده، روزنامه دولتی همشهری نوشته: در حالی که آمارهای کرونا در ایران هر روز بالاتر می رود و احتمال رکورد شکنی وجود دارد، اما ستاد ملی کرونا به ریاست رئیس جمهور هیچ تصمیمی برای تهران چهارراه تبادل ویروس نگرفته است. ضمن اینکه دولت همه تقصیر را گردن مردم میاندازد. همشری در ادامه اینجوری نوشته: علیرضا زالی فرمانده ستاد کرونا در تهران با انتقادی تلویحی از ستاد ملی کرونا گفت: بسیاری از تصمیم گیری ها با تأخیر انجام می شود و اقدامی که برای بازگشایی اصناف از سوی ستاد صورت گرفت شتاب زده بود. ما در تهران هر تصمیمی که بخواهیم بگیریم با تأخیر 1 تا 2 هفته‌ای مواجه می شود. بی تصمیمی برای تهران نشانه بزرگ سهل‌انگاری هایی است که وجود دارد. روزنامه حکومتی شرقم که همسو با دولت روحانی اعتراف کرده که در شرایطی که ستاد ملی مقابله با کرونا با مسببه‌ای افزایش سقف اجاره بها در مناطق شهری کشور را محدود کرده بود، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که شاخص رشد اجاره بها در شهرهای کشور بیش از سقف تعیین شده در مسببه مذکور بوده است. بله، در رسانه‌های رسمی رژیم ادعا شده که تحریم‌های بعد از می‌کنید به ماشه دمد رژیم اجرا نشده. روزنامه‌ها وضعیت نظام رو در شرط تحریم چطور بررسی می‌کنند؟ خب توی این رابطه باید بگم که توی روزنامه‌های حکومتی بحث تشدید تحریم‌ها و فروپاشی همراه با ضرورت غلط کردن گفتن و تسلیم عجین شده. مثلا روزنامه همدلی نوشته: قطعاً شرط تحریمی اعمال شده بر اقتصاد ایران پس از خروج آمریکا از برجام شرط بسیار سهمگینی بر کشور حاکم کرده است. این روزنامه اینطوری ادامه میده که نگارنده شرط امروز اقتصادی را مشابه شرط بهار 67 در جبهه‌های جنوب و غرب کشور تصور می‌کنند که با عقب نشینی‌های سریع از جبهه‌های فاو و شلمچو مجنون و در نهایت از حلبچه اتفاق می‌افتاد. متأسفانه این روزها جبهه ارز در حال فروریزی است. جبهه بورس فرو ریخته است. دشمن تورم در حال پیشروی در جبهه مسکن و مایحتاج ضروری مردم است. آیا شرط موجود اقتصادی حاصل فقط تحریم هاست یا حاصل سیاست‌های نادرست اقتصادی و سیاسی مجموعه دستگاه‌های سیاست‌گذار، قانون‌گذار و برنامه‌ریز است؟ روزنامه ستاره صبح نوشته: برخی افراد همواره از بحران اقتصادی کشور سود بردند و خواهان حل مشکلات نبوده و نیستند.
وضعیت ناگوار اقتصادی فعلی کشور نتیجه عملکرد یک دولت و یک شخص نیست، بلکه 40 سال تاکید می‌کنم بلکه 40 سال سیاست‌گذاری‌های نادرست و تصمیمات نسنجیده کشور را دچار بحران اقتصادی کرده است. این روزنامه آخرش هم تاکید کرده ما در وضعیت مناسبی قرار نداریم. نداشتن تعامل سازنده با دنیای خارجی از جمله مشکلاتی هستند که موجب درماندگی اقتصاد کشور در شرایط فعلی شده است. خب دوستان عزیز، این بود نگاه امروزمون به روزنامه‌های حکومتی. خیلی ممنون از این که با ما همراه بودید. با روحانی تا 1400. اگه یادتون باشه اطرافیان و مواجب بگیران روحانی با انگشت بنفش و ژست و قیافه به ظاهر شاداب در نمایش انتخابات گذشته نظام شعار میدادن که با روحانی تا 1400. اما وضعیت امور و زندگی مردم در آستانه انتخابات 1400 با روحانی و کل نظام از دید طنزنویسان غیر معاند و تماما خودی حکومتی. برگرفته از روزنامه‌های حکومتی، با روحانی تا تخم مرغ 1400 تومانی. شنبه و یک شنبه که روحانی اسمش را روزهای شادمانی گذاشته، اونقدر گرم پیروزی بودم که حتی نمیتونستم یادداشت‌های روزانه را بنویسم. چون خیلی بد بود در روز پیروزی بزرگ من سر خودم رو به نوشتن گرم کنم و این پیروزی بزرگ و فروپاشی استکبار رو با همه سلولام حس نکنم. مخصوصا محسن رضایی هم گفته بود قرار یک ناو هواپیما بر با 5000 خدمه مصادره کنیم و سلامی هم گفته من اهل خالی بندی نیستم، حرف بزنم عمل میکنم و اهداف ما عمق راهبردی آمریکا و تمامیت هیئت حاکمه آمریکاست و من همون هستم که ایران رو با کرونا یاب دو قطبی مستعان از شر کرونا خلاص کردم و الان همه جا پیک سوم در جریان الا ایران. خلاصه خیلی خوشحال بودم که 3 کشور اروپایی هم روی کاغذ به آمریکا پشت کردن و خیلی هم به این فکر نمی کردم که شرکتاشون ناچار هستن که تحریم ها رو رعایت کنن. یادم اومد که در این روز پیروزی بزرگ که رئیس جمهور نظام اعلام کرده یک وعده غذا بخورم. نگفتم جشن بگیرم، چون الان با این پیروزی‌های مکرری که ما به دست میاریم پیدا کردن و خوردن یه وعده غذا خودش جشن محسوب میشه. خلاصه رفتم یه مرغی بخرم تا جوجه کبابی زعفرونی مهیا کنم، اما یه مرتبه با مرغ کیلویی 20000 تومان مواجه شدم. تصمیم گرفتم این حس پیروزی رو با خریدن مرغ 20000 تومانی خراب نکنم. با خودم گفتم مهم اینه که پیروز شدیم، شام پیروزی رو با تون ماهی هم میشه برگزار کرد. خلاصه یه تون ماهی از داخل قفسه سوپرمارکت محلمون برداشتم. پرسیدم چنده؟ فروشنده گفت 27000 تومان. البته قیمت هفته بعد 31000 تومانه. سریع قوطی رو سر جاش گذاشتم. یه ترکایی روی حس پیروزیم افتاده بود. بر زیاد خواهی ها و امیالم مبنی بر مفصل بودن شام پیروزی غلبه کردم و دستم رو به سمت تخم مرغ های چیده شده داخلشونه بردم. 4 تا از اونا رو برداشتم و گذاشتم رو پیشخون. گفتم این چقدر میشه؟ فروشنده گفت 5600 تومان. این عدد رو بر 4 تقسیم کردم و فهمیدم که تخم مرغ دونه 1400 تومان داره برام آب میخوره. اینجا بود که معنی با روحانی تا 1400 رو فهمیدم. بله، تخم مرغا رو سر جاش گذاشتم، از سوپرمارکت خارج شدم و تا رسیدن به خونه دوباره احساساتم رو بررسی کردم. راستش در مورد پیروزی دچار تردید شده بودم. بازار کساد نمایش انتخابات و پناه بردن به کابوس ریاست جمهوری زنان، خودزنی یا مانور، گزارشی کوتاه و قضاوت با شما.
شوکت خدایی سخنگوی شورای نگهبان رژیم گفت زنان هم می توانند رئیس جمهور بشوند. اما اصل 115 قانون اساسی رژیم میگوید رئیس جمهور باید از بین رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد. اگر معدود زنانی هم در مجلس و دولت رژیم دیده میشوند، جز ویترین نقش دیگری ندارند. از طرفی حتی اگر زنی اجازه پیدا کند به سطح بالای مدیریتی برسد، جنایتکاری مانند بقیه پاسداران است. فرماندار شهر قدس را فراموش نمی کنیم که در قیام آبان 98 گفت خودم دستور شلیک دادم. من گفته بودم بهشون که هر که از در فرمانداری وارد شد داخل بزنید. اکنون که بازی اصلاحات سبز و اعتدال رنگ باخته، این بار می‌خواهند با برگ زن تنور انتخابات را گرم کنند. اما پیدایش رئیس جمهور زن در این رژیم همانند پیدایش حیات در سطح خورشید است. آیا بازی رئیس جمهور زن در رژیم زن ستیز نشان از پایان دورانش نیست؟ بله، خامنه ای از سال پیش خیز دولت جوان حزب اللهی و یک پایه کردن نظام رو برداشت. در راستای همین استراتژی هم با شورای نگهبان باند رقیب رو قلقم کرد و نگذاشت که به مجلس 11 ارتجا راه پیدا کنند. در نتیجه مجلس هم تقریبا یک دست از باند خودش شد. اما همین مجلس یک دست بعد از 4 ماه که از عمرش گذشته، درون خودش هم دچار بحران‌های شدید و جنگ گرکا شده. برای نمونه مجلس میگه که روحانی باید استیضاح بشه، اما خود خامنه‌ای جلوی مجلس میپیچه و نمیگذاره که استیضاح پیش بره، یا اینکه به مجلس دستور میده که رزم حسینی وزیر پیشنهادی سمت روحانی رو تایید کنن که همین هم موجب داد و فریاد در مجلس میشه. اما چرا؟ این وضعیت ریشه در چی داره؟ توجهتون رو به گزارش سیاسی جلب میکنم. هرچند خامنه ای در روز 22 تیر امسال در برابر خیز مجلس ارتجاع برای استیضاح و عزل روحانی به صحنه آمد و گفت دولت تا روز آخر باید وظایف خود را انجام دهد، اما سرریز بحران‌های داخلی و خارجی نظام خیلی زود این حرف خامنه ای را در کوران جنگ باندهای رژیم گم کرد و مجلس ارتجاع صحنه خیز دوباره برای حذف روحانی و باندش شد. آقای رئیس جمهور، میدونی مردم تو شهر چی میگن؟ پیاده را بیا برو ببین چی میگن. میگن خدا لعنت کنه روحانی رو. این جمله یه که داره گفته میشه تو کشور. مردم به شما سر سوزنی اعتماد ندارن، چه برسه به وزیر پیشنهادی که ده دو دهه خارج از کشور بوده. شدت بحران به حدی است که مهرهای جدید ولی فقیه در مجلس برای به زیر کشیدن روحانی رو در روی قالیباف و هیئت رئیسه دست نشاندهش می ایستند. عملکرد ضعیف و مصلحت اندیشی های بی جای هیئت رئیسه مجلس سبب آن شد که نه استیضاح رئیس جمهور انجام شود و نه سوال قریب به 200 نفر از نمایندگان از رئیس جمهور و نه استیضاح حتی یک وزیر. این عملکرد هیئت رئیسه منجر به تضعیف مجلس و بی‌اعتنایی وزرا شده است. البته در شدت بحران درونی نظام، هیئت رئیسه مجلس هم در پیروی از حرف خامنه ای برای حمایت از روحانی یک دست نیست. آقای رئیس جمهور، امروز بازار چه وضعیتی دارد؟ مرغ کیلویی 22 هزار تومان، تخم مرغ شانه ای 38 هزار تومان، سیب زمینی کیلویی 4 هزار تومان. آقای رئیس جمهور، اینم تقصیر آمریکاست؟ برخی هم به بهانه حاضر نشدن روحانی در روز معرفی مهرش برای وزارت سمت فرصت را غنیمت شمرده تا دوباره موضوع ضرورت استیضاح روحانی را پیش بکشند. من خودم تذکری دارم ماده 22 بند 11. آقای دکتر، اگر ما سوالی که از رئیس جمهور محترم شده بود و 196 نفر هم از نمایندگان امضا کردند در دستور کار مجلس قرار داده بودیم، رئیس جمهور اینقدر بی احترامی به مجلس و نمایندگان مجلس که اینها طبق فرمایش مقام معظم رهبری اساره فضائل ملت هستند، اینطور توهین نمی کردند. برخی هم در حملات به روحانی تا بر زمین ماندن اراده ولایت فقیه اعتراف کردند.
چرا اراده ولایت فقیه در ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه اجرایی و عملیاتی نمیشه؟ چرا این وضع پیش اومد؟ شاید ریشه دارترین مشکل امروز اینه که دولت ما رأس نداره، ول شده، نخ تسبیح پاره شده و دونه های تسبیح هر کدوم هم تلاش میکنن در جای راستای منظم و هماهنگی نیست. این ناهماهنگی دودش داره به چشم مردم میره. وکلا تظاهرات میکنند، الجزایر و اعتراض مقابل دادگاه استیناف، کووید 19 و روزهای پایانی یکتازی، آخرین مراحل ساخت واکسن، کوسه ها قربانی انسان، رابطه واکسن کووید 19 و کوسه چیست؟ برای پاسخ به این سوال و بررسی موضوعات دیگه همراه بشیم با بخش رسانه های جهان تیک تاک. با سلام به شما و بفرمایید. سلام میکنم خدمت شما و بینندگان گرامی. تظاهرات در الجزایر. ده ها تن از وکلای الجزایری در مقابل دادگاه استیناف این کشور تحصن کردند. تظاهر کنندگان خواستار سیستم قضایی مستقل و حق داشتن دادگاه منصفانه شدند. در پی جنبش اعتراضی سال گذشته که منجر به کنارگیری رئیس جمهور سابق عبدالعزیز بوتفلیقه شد، دولت قول اصلاحات داده بود. اما دستگیری های خودسرانه در ماه های اخیر به این وکلا نشان داد که تغییر چندانی صورت نگرفته. زبیده اصول، وکیل و قاضی پیشین، به تلویزیون فرانسه 24 گفت اعتقاد بر این بود که حکومت الجزیره زمانی که بوتفلیقه برکنار شد تغییر کنه، اما با وجود اینکه بوتفلیقه رفت، برخی از مهرهای رژیم سابق باقی موندن و این رژیم به همون اعمال گذشته مانند اعدام و ممانعت از آزادی ها ادامه میده. صدها نفر که به خاطر دستگیری های خودسرانه اخیر چندین روزنامه‌نگار تظاهرات میکردند، خواستار اصلاحات عمیق تر شدند. بسیاری از وکلا اعلام کردند 7 روز در اعتصاب خواهند بود. مراحل پایانی آزمایش واکسن نوواواکس برای ویروس کرونا. آزمایشات اولیه واکسن کرونا در استرالیا نشون میده که پادتنهای این واکسن بیش از میزان پادتنهایی است که در بدن بیماران بهبودیافته ایجاد شده. قراره بر روی 10,000 داوطلب در انگلستان آزمایش انجام بشه و اولین دوز این واکسن طی چند روز به اونها تزریق میشه. پروفسور پول هید به تلویزیون اسکای نیوز گفت واکنشایی که مسئولیت ایجاد کرده بسیار امیدوار کننده است. به همین دلیل ما باید نتیجه رو بررسی کنیم که آیا در مقابل بیماری موثر هست یا نه. واکسن آسترازنیکا هم در مرحله سوم تست عمومی در انگلستانه. داوطلبانی که از میان نفرات ثبت شده برای دریافت واکسن هستند، اکنون به بیش از 250,000 نفر میرسند. یک کارشناس میگه هدف نهایی از به دست آوردن واکسن اینه که ما جلوی انتقال بیماری رو بگیریم. به دلیل عبور آمار قربانیان کرونا از مرز 1,000,000، نیاز به تولید واکسن بسیار حیاتیه و این در حالیه که 10 نمونه واکسن در سراسر جهان تحت بررسی قرار دارن. برای تولید واکسن کرونا تا 500,000 کوسه ممکنه کشته بشن. به گزارش تلویزیون اسکای نیوز، کوسه مایی نوعی روغن در جگر خود تولید میکنه که برای ایجاد پادتن مقابله با کرونا موثره. این روغن به نام اسکوالین کاندیدای واکسن کووید 19 توصیف شده. اسکوالین در حال حاضر به عنوان داروی کمکی استفاده میشه. این روغن دارای عنصریه که تاثیر واکسن رو برای ایجاد پادتنهای قوی تر در بدن انسان تقویت میکنه. شرکت داروسازی انگلیسی کلاسکو اسمیت کلاین در حال حاضر از این روغن کوسه برای تهیه واکسن آنفولانزا استفاده میکنه. این شرکت داروسازی گفته میتونه تا ماه مه آینده 1,000,000 دوز از این واکسن کمکی برای استفاده در مقابله با کرونا تولید کنه. برای تولید 1 تن از این روغن باید 3,000 کوسه ماهی رو کشت. سازمان های حمایت از محیط زیست و حیوانات میگن اگر قرار باشه به هر نفر روی کره زمین 1 دوز واکسن تولید شده از روغن کوسه تزریق بشه، باید 250,000 کوسه کشته بشن. در حالی که پزشکان میگن حداقل برای هر فرد 2 دوز واکسن نیازه. بنابراین برای کل جمعیت روی زمین باید حداقل 500,000 کوسه کشته بشن. شهرداری پاریس یک تئاتر تاریخی رو احیا میکنه.
تئاتر لاورال مدرن پاریزیان که بعد از ماه‌ها تعطیلی به خاطر ویروس کرونا اکنون مجدداً بازگشایی شد، باعث خوشحالی هوادارانش شد. یک شهروند به تلویزیون فرانسه 24 میگه زمانی که ما شنیدیم این محل در معرض نابودیه و قرار تبدیل به یک سوپرمارکت یا پارکینگ یا چیزی شبیه اون بشه، برامون بسیار ناراحت کننده بود. مشکلات مالی سالها این تئاتر رو در معرض تهدید بستن قرار داد و ویروس کرونا این وضعیت رو تشدید کرد. اما این محل تاریخی در ماه ژوئیه با حمایت شهر پاریس احیا شد. درست مانند دوران امیل زولا، نویسنده معروف فرانسوی، منطقه کد اور که یک منطقه کارگرنشینه از اون زمان به یک مکان فرهنگی چند ملیتی تبدیل شده. مدیر هنری لاورا مدرن پاریزیان میگه مهمه که از محیط پیرامونمون قطع نشیم. آن کلربو، معاون شهردار پاریس به فرانسه 24 گفت شهر پاریس امیدواره اماکن فرهنگی رو در همه مناطق ببینه. ما میخوایم ساکنان کم درآمد امکان دسترسی به این اماکن رو داشته باشن. با تشکر از همراهی شما عزیزان، توجهتون رو به ادامه برنامه تیک تاک جلب میکنم. آخوند روحانی در جلسه ستاد به اصطلاح مقابله با کرونا تلویحاً گفت که مقصر فاجعه کرونا مردم، کارمندان و صاحبان مغازه‌ها هستند. بعد هم تهدید کرد که جریمه‌های سنگین برای مردم در نظر گرفته. اما چرا؟ مگه خود روحانی نمیگه که مردم باید سر کارها برن؟ پس چرا مدعیه که مردم رعایت نمی‌کنن؟ برای بررسی این موضوع آقای اسدالله مصنع همراه ما هستند. با سلام و خوش آمدید. سلام به شما و به همه هموطنان عزیز در خدمتم. بله، شما یه مقدار برای ما توضیح بدین که موضوع چی بوده و امروز روحانی چی گفته؟ بله، همونجوری که شما تو صحبتاتون اشاره کردین، روحانی تمامی عامل گسترش مرگبار فاجعه کرونا رو که فی الواقع تمامی کشورمون رو گرفته به طور بسیار گسترده ای که دیگه رنگ معنا نداره، همه رو انداخت کردن مردم و مقصر مردم رو جنداش. فقط بذاریم من به طور محوری بگم که صحبتهای اون در سه محور بگم. محور اولش که اساساً رعایت نکردن مردم حرف زد، همه چی انداخت کردن مردم و اینکه این بیماری و مرگ و میر عاملش مردم هم به خاطر رعایت نکردن. این نکته اول، یعنی مقصر مردم. نکته دوم صحبت کرد که برای جلوگیری از گسترش کرونا، بیشتر کرونا، بازم مردم رو هدف قرار داد. یعنی به جای اینکه بگه تجمعات رو باید تعطیل میکنیم، باید مدارس رو تعطیل بکنیم، باید کارخونه ها رو چنان و امثال هم و چیزایی که عامل این گسترش بودن رو اونها بره و به اونها حرف بزنه، گفتش که مردم هر کس ماسک نزنه جریمش میکنیم، هر کس بیماریشو بپوشونه جریمش میکنیم، هر کی نیاد بیماریشو نمیدونم تو وقتی بیمار تو خونش نمونه جریمش میکنیم و همه اینها رو به قول معروف ریخ رو مردم و به قول معروف اومد یک ایمنی جمعی رو که مسئولش حاکمیت و دولته و باید با اقدامات و سیستم سازی بتونه این ایمنی جمعی ایجاد کنه. من این کارا رو که نکرده، همه اینها رو یپسکیوی اومد انداخت گردن مردم و جریمه کردن و عملا اومد مسئله رو تبدیل کرد به یک مسئله چی امنیتی و به دستگیری و این حرفا روی نرفت. یعنی در یک کلام اومد مسئله رو چیکار کرد؟ امنیتی کرد. خودتون همه مردم رو فرستادین، خودتون به خاطر یه لقمه نون مردم میفرستین تو صفای طولانی مواد غذایی، تو صف طولانی اتوبوس تا برسن به کارخونه، برسن به وسایل جاهای دیگه، همه این کارا رو خودتون کردین. خودتون مراسم محرم رو توش دمیدین و رانی، خودتون مدارس رو باز کردین، خودتون همه اقدامات کنکور خودتون کردن. به خاطر این حرف رو بزن عملا اومد چیکار کرد؟ انداخت می‌گردن بودم گفت جریمه می‌کنه و عملی که مسئله رو امنی کرد. نکته سوم که اومد باز نکرده های خودشو و نظامشو به جای اینکه به دست خودش انتقاد کنه و بگه که چجوری نکردن راه حل های سیستماتیکو برای جلوگیری از این کارا رو نکرده، باز به جای اینکه بپذیره و بیاد انتقاد کنه و این گناه نکرده ها خودش هم داخل چی روی مردم، بیاد بگه بابا حرف دکترای خودشو، حرف اون مینو مهرز رو، حرف زالی و حرف اینا که گفتن که نباید این تجمعات باشه و اینا عامل اینه و الان هم دارن میگن، بیاد به قول ما انتقاد کنه که حرف اینا رو گوش نکرده، باز چیکار کرد؟ به جای اینکه این حرفو بزن اومد همه رو انداخت گردن مردم و امنیتی کرد مسئله رو و سعی کرد خودش و نظامش رو از این جنایتی که واقعا به دستشون داره اتفاق افتاده و داره ادامه پیدا میکنه رو مبرا کنه. بله، شما فکر میکنید که این تصمیماتی که امروز این روحانی شیاد در واقع گرفت چه حد موفق خواهد بود و چه نظری سر این دارین؟
ببین آخه نمیشه که با این تصمیمات جریمه میکنیم و امنیتی کردن و فرار کرونا رو مهار کرد. این واقعیته. مردم پول نون شبشون رو ندارن. خودشون میگن 20 میلیون نفر محتاج نون شبشون رو خودشون دارن میگن. خب نداره. پول نداره ماسک بزنه. امروز داره خود نفر خود ظالم میگه که روحانی گفت ماسک ندارین جریمه میکنیم. خود ظالم همین امروز گفت بسیاری از مردمی که ماسک نمیزنن نه اینکه نمیخوان بزنن، پولش یک خانواده 5 نفر نداره بخره. خب آخه بخوام با این که دستورالعمل اجرایی بکنن اجرایی انجامن، مگه کشورهای دیگه که این کارو میکنن اینجور رفتن؟ بابا کشورهای دیگه اومد مسئله معاش مردم رو حل کردن، مسئله ماسک مردم رو حل کردن، سیستماتیک تضادهایی رو ازشون حل کردن، بعد میگن با توجه به اینکه حل کردیم اگر کسی رعایت نکنه میان بگن برای یه قواعد و قوانین میذارن. شما که این کارو نکردید، میگیم که این کارو نکرد، همه رو خودش عاملش حسن هست، مسئله از مردم مکات بدبخت مردم باد بلاشن برن دنبال یه رقمینو این برابر. مگه میشه اینجور تضاد رو کرد؟ خیر، هر چیز هم چیزی نیست. روحانی میخواد با اخاذی از مردم و این شیوه کار کردن، هم سرکوب هم اخاذی که شناعتش بسا بیشتر از رها کردن مسائل و وظایف حکومتی که داشتن و انجام ندادنه کارو پیش بره، نه خیر، نمیشه اینجوری مسئله رو حل کرد. بله، حالا سوال پیش میاد که علت این تصمیمات و این حرفای امروز روحانی زده چیه برای جریمه مردم؟ بله، ببین من به نحوی تو صحبت ها گفتم، خب در یک جمله اگه بخوام بگم، روحانی تمام این حرفا رو که زده و امروز هم با شناعت بیشتر زد، میخوان خودشونو در ببرن و بگن تقصیر ما نیست و تقصیر مردمه. بنابراین با این بیان میخواد چی بگه؟ میخواد بگه که آقا من روحانی با این بیان که میندازه گردن مردم، میخواد ترسش رو و نگرانیش رو از بازتاب این عمل کرده شد مردم و گشوده شدن اعتراضات و گشوده شدن فریادهای خفته در درون مردم گرسنه، مردمی که عرض کنم اینجور به کرونا زده شدن، رو میخواد با این چیکار کنه؟ با این مقابله کنه. برای این دائما میخواد خودش رو و سیستم و نظام خودشون رو و حاکمیت خودشون رو از جنایت کردن در ببرن، از حساب رسی که میدونن در برابر این همه جنایتشون جلوشونه فرار کنن از این، ولی واقعیت اینه که نمیتونن این کارو بکنن. و امروز هم روحانی اومد با این اقدام و یک حرکت تاکتیکی برای مقابله با این واکنش ها عرض کنن، با این واکنش در برابر عملکرد جنایتکارانشون در مقابل کدام این حرف رو بزنه، این اقدام رو بکنه، این چیزها رو بکنه، اما بدون این که بدونه او بدونه و تمام حاکمیت ولی فقیه بدونه این خشم فرو خورده و این جنایتی که داره صورت میگیره این متکاسف خواهد شد و یقین بدونن که زیاد طول نخواهد کشید که بر خواهد گشت و پای حسابرسی میکشیدشون و اون چیزی که باید رو مردم محقق خواهند کرد. بله، قطعا. با تشکر از توضیحاتتون. بینندگان گرامی، گفتگویی بود با آقای اسدالله محسن. چند ماه دیگه نمایش انتخابات ریاست جمهوری نظام قرون وسطایی آخوندیه. انتخابات هم چون با محتوای دیکتاتوری ولایت فقیه در تضاد کامله، همواره برای نظام تبدیل به یک بحران شده. حالا رژیم با نزدیک شدن به نمایش انتخابات به چه سمتی میره؟ کمتر از 10 ماه به برگزاری نمایش انتخابات 1400 باقی مانده است. اگر از این فرض شدنی که ممکن است رژیم ایران تا 1400 دوام نیاورد بگذاریم، موضوع انتخابات اکنون به بحرانی در درون رژیم تبدیل شده است. با توجه به تجربه انتخابات مجلس در سال گذشته و میان دوره‌ای، برای رژیم کاملا مشخص است که نمایش انتخابات 1400 برایش فضاحت‌بار خواهد بود. قبل از ورود به این مطلب، باید دانست که اولویت برای مردم حل مشکلات اقتصادی است و در این سالیان مشخص شده که هیچ باندی در درون نظام توان و خواست حل آن را ندارد. اولویت برای باندها دزدی و چپاول بیشتر است. روزنامه حکومتی آرمان در مطلبی تحت عنوان شرایط تغییر نکند، انتخابات 1400 مثل 98 نوشته است: مشکل مردم انتخابات نیست، بلکه مشکلات اقتصادی و معیشتی آنها را به سطوح آورده است. هرچند مردم وقتی می‌بینند که با انتخابات نمایندگان مجلس و گذشت 3 ماه از این مجلس
هنوز هیچ تغییر مثبتی به سمت جامعه اتفاق نیفتاده است، از شرکت در فرایندهای انتخاباتی مایوس می شود. چرا که بر این باورند اگر در 1400 هم رئیس جمهوری با هر تعداد رأی انتخاب کنند، او هم پس از چندی مردم و مطالباتشان را فراموش خواهد کرد و به سمت برنامه‌ها و منویات خود خواهد رفت. اما وحشت اصلی رژیم از پیامدهای تحریم انتخابات است. از آنجا که اقتصاد در ایران کاملا موضوعی سیاسی است، باید گفت لاینحل ماندن مشکلات اقتصادی مستقیما به نارضایتی‌های گسترده اجتماعی راه می‌برد. تا جایی که اکنون مردم به این باور رسیدند که حل مشکل اقتصادی ریشه در تغییر ساختار سیاسی در ایران دارد. محمد قلی یوسفی در مقاله‌ای با عنوان سیاسی ترین مسئله جامعه اقتصاد و معیشت در روزنامه حکومتی آرمان به این واقعیت اعتراف کرده و می نویسد نگاه مسئولان صرفاً شعاری و پوپولیستی است. در عمل آنچه روی نمی دهد حل مشکلات است و جامعه هر روز شاهد پررنگ شدن مشکلاتش است. در صورتی که این جریان‌ها و آقایان اگر به میزان مشارکت مردم هم در انتخابات مجلس در اسفند ماه گذشته و همچنین انتخابات مرحله دوم مجلس 11 نگاه کنند، می‌بینند که به واقع روز به روز میزان اعتماد جامعه نسبت به مسئولان کمرنگ و کمرنگ‌تر شده است، به گونه‌ای که این میزان از کاهش مشارکت و به تبعش افزایش گسل بین ملت و مسئولان در طول 40 سال گذشته بی سابقه است. آستانه تحمل جامعه به واسطه انبوهی از معضلات معیشتی در کنار نبود آزادی‌های مدنی و اجتماعی و چالش‌های دیگر در حال پر شدن است. پر شدن آستانه تحمل جامعه در فرهنگ سیاسی روزنامه‌های حکومتی و به اصطلاح کارشناسان حکومتی، یعنی قیام‌هایی مانند دی 96 و آبان 98، یعنی همان چیزی که از آن به عنوان نیترات نارضایتی یا ابرخیزش عمومی یاد می شود. شرایط با توجه به وضعیت داخلی و منطقه‌ای و جهانی اکنون به سمتی حرکت می کند که پیشبینی آینده ی رژیم زیاد سخت نیست. آخوندی ماهیت نهادینه داره، یعنی بافت و ساخت این نظام بر دو پایه جنایت و غارت بنا شده. البته ارگان‌های تشکیل دهنده اون از دولت و سایر نهادها باندهای مافیایی هستند که تماماً از عناصر اطلاعاتی و امنیتی شکل گرفتن که سالها هم کارشون بازجویی، شکنجه و سرکوب بوده. افرادی مثل ربیعی، حسام الدین آشنا، سعید حجاریان و سایر کارگزاران رژیم. این موضوع اونقدر رسوا شده که الان یکی از عناصر تازه به دوران رسیده سرکوب و جنایت و چاپلوس خامنه‌ای ناچار به اعتراف میشه. دقیقاً هم اگه امروز میبینید مملکت ما لاکچری بازی مهمه. هست. میدونی چرا؟ این لاکچری بازی از مسئولین ما شروع شد. تو ماشین میشستی میدی یا آهنگی گذاشته خرسه نرو میرخصونه. گفتی آقا شهادت فلان و امانه میشه یه خورده فیتیلر بدی پایین؟ گفت صدا و سیماه رادیوه. یعنی تو که بیشتر از آخونده نمیفهمی که. ساکت باش به من دهن تو. یعنی از قضا این قب شکنی ها توسط خودی ها صورت میگیرد. اینا خرابکاری از همینجا شروع میشه. اگه بحث است آقا من چیز به شما بگم، من یه بررسی یه بار کردم، دیدم بدترین قب شکنی ها در کشور ما توسط امنیتی های ما صورت گرفت. شما بیاید جریانات مختلف تو کشور نگاه بکنید، فساد خیلی ها را خبر دارن چون تو اطلاعات بودن، خیلی آتو دارن. ببین شما اصلا جناح مختلف رو نگاه کنید، شروع کن ببین از بیاد دیشون که حالا توی یه سری جای حاکمیتی هن. آی آشنا اطلاعاتی، آی سعید حجاریان اطلاعاتی، مشایی بقایی اطلاعاتی، نمیدونم از زمان مذاکرات مکفارین وردی نژاد اطلاعاتی. میبینه عجب چه جالب،
حالا اینا همینجوری بخوام بگم 50 تا میتونم اسم ببرم، از منتها الیه اصولگرای تا منتها الیه اصلاح طلبی. ببینید اطلاعاتیان وقتی اطلاعاتی میشه مشاور رسانه یه کاندیدا، تمام عملیات روانی هایی که باید سر دشمن پیاده میکردن سر ملت خودمون پیاده میکنن میشه اوزما میگد همین. یه جاهایی میبینی ساختارهایی شکل میگیرن، همین الان شما نصف کابینه دولت رو نبکنید اطلاعاتی هم. آیه ربی اطلاعاتی، آیه شریعت مدار وزیر صنعت معدن و رفاه اطلاعاتی، خدمت شما عرض بکنم خیلی. آیه آخوندی از همون ابتدا وزیر مسکن را شهرسازی بود، همون ابتدا معاون امنیتی وزیر کشور زمانی که با جناق شاهی ناطق نوری وزیر کشور بود، خیلی نمیخوام بگم اسم ببرم. فرابان، منتها فراموش نکن دسترسی هایی که این داشته و چارهایی که این بلده، هر آدم عادی بلد بگید نیست، اینا اراده میکنن پولدار بشن پولدار شدن، اراده میکنن پولدار شدن، نه همه سوراخ سنبه های قانونی رو بلدن. بله، پس به گفته همین مهره حکومتی، عناصر اطلاعاتی نظام که همین الان در بالاترین سطوح رژیم مشغول به کار هستند، با یک اراده به صورت میلیاردی پول پارو میکنن. اما کدوم پول و کدوم سرمایه؟ نگاهی به وضعیت مردم ایران پاسخ این سوال رو میده. کودکان کار، جوانان بیکار، پشت بام خوابی، گور خوابی و آخرین دستاورد جدید هم ستون خوابی مردم ایران. باورتون میشه روی این ستون آدم زندگی میکنه؟ از طریق این تنابایی که میبینین آویزونم غذا رو میکشن بالا و بعضی موقع هم نردبون میذارن نصفش و بقیهش رو با تناب میرن بالا. هموطنان عزیز، همراه بودید با برنامه تیک تاک. از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار همتون.